ممنونم از اینکه این ویدیو رو انتخاب کردی اگر تا الان به ویدیوهای کانال من گوش کردی و دوست داشتی ولی هنوز سابسکرایب نکردی ازت خواهش میکنم که این کار رو بکنی چون به من خیلی دلگرمی میده لایک و کامنت شما هم به من کمک میکنه تا یوتیوب پیشنهاد بده ویدیوهای منو به کسان دیگه اگر هم تازه به کانال پیوستی که آرزو کنم که دوست داشته باشی و بمونی قرار بود سیاستمدارهای مشهور بیایند این طور نبود که مثل قدیم ها بیایند یکی دو کلمه حرف بزنند بعد بروند و انگار نه انگار. روستا به روستا قصبه به قصبه میگشتند. سیاستمدارها پیش از آمدن به این سفر در مرکز حزب کلی بحث کرده بودند. با تجربه ترینشان گفته بود دوستان ما وقتی تو جلسه حزبی هستیم با هم دیگه چطور صحبت میکنیم؟ با مردم هم همونطور حرف میزنیم. عین این خیالمونم نیست که مردم از حرفهامون سر در میارن یا نه. این کار خیلی اشتباهه. چیزهایی هست که مردم میخوان درباره حزبمون بپرسن و بفهمن. باید به اینها یکی یکی جواب بدیم. مردم باید بدونن وقتی حکومت رو به دست گرفتیم چه کارهایی میخوایم بکنیم. هم حزبی هایش این فکر را پسندیدند. قرار شد سخنران های حزب وقتی پشت کرسی خطابه قرار میگیرند آنطور که بلدند و عادت کردند حرف نزنند. بلکه به سوالهای مردم با زبانی عام فهم جواب بدهند اما این کار آنقدرها هم که به نظر میآید آسان نبود. رفتن به جایگاه سخنران و دو سه ساعت حرف زدن آسان بود اما جواب دادن به سوالها جواب دادن به هر پرسشی که احتمالا میشد کار سختی بود نباید فکر کرد دو اند و ساده زیرکی روستایی از قدیم معروف بوده یک وقتی دیدی سوالی می کنند که سخنران همان بالا درجا خشکش میزند و آبروی حزب در آن منطقه سکه یک پول می شود برای همین سالهایی را که مردم هر منطقه ممکن بود بپرسند همه را در نظر گرفتند و هیئت پنج نفری تشکیل دادند اعضای هیئت عبارت بودند از یک دکتر اقتصاد یک پروفسور حقوق یک کارشناس امور مالی یک کارشناس ارشد کشاورزی و یک دکتر که تخصصش را از آمریکا گرفته بود دیگر مردم هر سوالی میکردند این پنج آدم منورالفکر می توانستند پاسخ سخت در سوال ها را هم با توجه به اساسنامه حزب بدهند. به همه تشکیلات حزب در شهرستان ها اطلاع دادند که این هیئت تبلیغی به آنجاها می آید. اما سخنران ها مثل سابق پشت کرسی خطابه سخنرانی نمی کنند بلکه با مردم حرف می زنند. اهالی تورگوتلو از این خبر خیلی عصبانی شدند. قرار هم سخنرانی بکنن هم پرسش و پاسخ باشه. مسئول حزبی تورگوتلو گفت بگو ببینم حالا چی میشه این حزب ما اختراع جدید کرده خب قبلا هم مثل آدم می اومدن، داد میزدن فریاد میزدن نصف حرفاشون رو میفهمیدیم نصفشون نمیفهمیدیم کف میزدیم زنده باد میگفتیم و تموم میشد میرفت پی کارش الان چی میشه کی قراره با اونا حرف بزنه چی با بپرسیم حالا گیریم یه چیزی پرسیدیم کی حرفای اونها رو ملتفت میشه کی حالیش میشه که چی گفتن سنیم آقا گفت تو حالا سوالای ما رو بیخیال شو حرف حرف رو میاره اگه اونا یه وقت چیزی از ما بپرسن چه خاکی تو سرمون بریزیم این همه عضو حزب هست جلو اونا آبرو واسمون نمیمونه رئیس گفت فهمیدم راهش رو پیدا کردم بی خودی دست بلند کردن و توی هر حرفی پریدن قدغنه باید از قبل معلوم کنیم کی قراره با اعضای هیئت صحبت کنه خوبه قبول همه با هم گفتن خوبه عالیه کی داوطلب میشه هر کی به خودش اطمینان داره دستشو بالا ببره رئیس که دید کسی داوطلب نمی شود رو کرد به عثمان سلمانی و گفت عثمان وراج چرا وایستادی تو که از صبح تا شب کارت حرف زدنه خب حالا وقتش که از هنرت استفاده کنی عثمان سلمانی گفت آقا تو وقتی از ما بزرگتر هستن ما نباید دم بزنیم هیچ کس نمی خواست این کار را به عهده بگیرد آخر سر رئیس رو کرد به صالح عطار و گفت آقا ساله اگه یه نفر باشه که از پس این کار بر بیاد اون یه نفر توی سال اتار که باد به قبقب انداخته بود گفت یه نفری که نمیشه خوب نوری افندی هم بیاد همونطور که در مرکز حزب هیئتی تشکیل شده بود تا بتوانند به همه سوالهای دوحاتی ها جواب بدهند اینجا هم صالح عطار و نوری افندی انتخاب شدند تا بتوانند چیزی از آنها بپرسند. رئیس گفت حالا خوب گوش کنیم ببینید چی میگم. باید کاری کنیم جلوی حزبای دیگه سکه یه پول نشیم همشون میان اینجا جلو اونا اگه دیدین یه حرف و نفهمیدین طوری وانمود کنین که انگار از همه چی سر در میارین طوری حرف بزنین که انگار فهمیدین بعد حرفای اونا رو یکم اینور اونور بکنین یکم بپیچونین و دوباره همون حرفا رو تحویل جمعیت بدین هیئت قرار بود صبح روز بعد به قصب بیاید سال عطار و نوری افندی توی ذهنشان برنامه چیده بودند که چه سوالهایی بکنند ساعت ده چهار اتومبیل به ایستگاه قصبه تورگوتلو وارد شد. پنج سیاستمدار با حزبی هایی که در ایستگاه به پیشوازشان آمده بودند به ساختمان حزب رفتند. چای و قهوه خوردند. میخواستند پیش از نهار سخنرانی بکنند. سیاستمداری که پروفسور حقوق بود گفت از اونجا که میتینگ قدغنه برای شهروندان فقط یک سخنرانی میخوایم بکنیم. کجا مناسبه؟ بریم قهوه خونه. هم توی قهوه خانه پر آدم بود هم بیرونش پنج سیاستمدار با روی خندان آمدند روی سندلی های قهوه خانه نشستند یکی از سیاستمدارها که دکتر بود گفت هموطنان میدونید که میتینگ قدغنه برای همین مناسب تر دیدیم به جای اینکه بریم پشت تریبون و سخنرانی بکنیم اینطوری دوستانه گپ بزنیم هرچی دلتون میخواد میتونین از ما بپرسین سعی میکنیم به همه سوالهاتون جواب بدیم اونهایی که توی قهوه خانه جمع شده بودند از این حرفها خوشحال شدند. عثمان سلمانی به رئیس کمیته بخش حزب گفت ای آقا اصلا اونطوری نیست که گفته بودی و ترسونده بودیمون. اینا مثل خودمونن. مثل آدمیزاد حرف میزنن. حرفاشون میفهمیم. حالا وایسا یه دقیقه صبر کن. هنوز حرفای سیاسی رو شروع نکردن که. بزار رگ سیاست مداریشون بگیره اون وقت نگاه کن ببین از حرفاشون چیزی سر در میاری سال حتار از جایش بلند شد. اگه اجازه بدین میخوام یه سوال بکنم. گیریم اومدین سر کار. اون وقت چه کارهایی میخوایم بکنی؟ سیاست به همدیگر نگاه کردند. چون از قبل پیش خودشان حساب کرده بودند که همچون سوالی از آنها میشود. جواب را آماده کرده بودند. پروفسور حقوق شروع کرد به توضیح دادن. بیش از هر چیز میخوام ارز بکنم همه ملت باید این را درک بکنند که جهت تدوین قانون اساسی مطابق با معیارهای غربی و متکی بر تفکیک قوا که قادر باشد نهادهای سیاسی و اجتماعی را بر اساس آرمانهای دموکراسی به پیش ببرد تشکیل مجلس دوم و تأسیس دادگاه قانون اساسی ضروری است حزب ما که بر اساس محاسبات ابژکتیو میکوشد مانند همه احزاب به موازات نیروی فعال خود کارزاری نیرومند را تدارک ببیند معتقد است باید اعتلافی تشکیل شود تا میان قوای تقنینیه و مجریه نقش داور را ایفا کند حزبمان در برنامهش نشان داده است که دارای اصولی است که بر پایه آنها میتوان اراده ملی را به شکلی کامل و بینقص متبلور کرد صالح گفت اینجاشو فهمیدیم اما یه مشکل دیگه داریم این برنامه کشت برنج چطور میشه همه کسانی که در قهوه خانه نشسته بودند سر و پا گوش شدند مهمترین مسئله قصبه مطرح شده بود اگر این حزب حکومت را به دست بگیرد با کشت برنج چه میکند چون این سوال در حوزه تخصصی دکتر اقتصاد قرار داشت رشته کلام را به دست گرفت الان این مسئله را با آشکارترین نه و به شکل علمی خدمتتان توضیح میدهم ضرورت انکار ناپذیر موازنه اقتصادی سیاسی از اینجا هم پیداست که جدیتمان در روابط با دنیای خارج با خوشبینی دور از رئالیسم سبب شده از صادراتمان امسال به یک میلیارد و دویست میلیون لیره برسد در حالی که متوسط صادراتمان در سال 1953 ماهانه 92 میلیون دلار بود بنابراین همگی متوجه هستید که باید بدهی هایی که نتوانستیم ترانسفر کنیم به حالت تعلیق در بیاید. رئیس حزبی بخش به چشمای ساله اتار نگاه کرد. ساله گفت فهمیدنش که میفهمیم یعنی اونقدر چیزیم که چیزای به این سادگی رو نفهمیم. دکتر اقتصاد گفت گمان میکنم وضعیت را به اندازه کافی توضیح دادم و افکار هموطنان را تنویر کردم. نوری افندی صحبت دکتر را قطع کرد رو به جمعیت کرد و گفت یعنی yani همشهریای عزیز آقای دکتر میخوام بگن که کاراتون رو به راه میشه مسئله کشت برنج هم حل میشه همه چیز سال گفت یه چیزی مونده که نفهمیدیم اگه اجازه میدین من اونو بپرسم یکی از سیاستمدارها که دکتر بود گفت البته که باید بپرسید ما پا شده تا اینجا آمده که به سوالهای شما جواب بدیم واسه مشکلاتتون راه چاره پیدا بکنیم و برنامه و اساسنامه حزبمون رو توضیح بدیم. نوری افندی گفت حالا اینا رو ولش کنین. بالاخره اینجا مدرسه راهنمایی ساخته میشه یا نه؟ سیاست حزبی گفت الان این مسئله رو هم روشن میکنم. باید بدونیم که برای تحقق بخشیدن به دموکراسی پارلمانی نباید هیچگاه کارکرد فرهنگ رو به فراموشی سپرد. باید این سخنان توماس هیدلی از متفکرین بزرگ انگلوساکسون را چراغ راه خود قرار بدهیم تمایل خود به خودی ارگانهای دولتی در وضعیتهای بسیار بحرانی به سوی سزاریسم نقش سیاست اجتماعی را در حفظ هماهنگی و تعادل کمرنگ می کند. بنابراین همان گونه که جان بولیندا مبارز راه آزادی گفته است فقدان سیستم در داخل کشور از آنجا که پژوهش‌های علمی را در نظر نمیگیرد نوعی وضعیت نمادین پیدا می کند. به نظرم مسئله روشن شده. هموطنان عزیز، اگه سوال دیگه ای دارین خواهش میکنم بدون رو در وایستی مطرح بکنید. نوری افندی رو کرد به دهاتی ها و گفت خودتون که فهمیدین خب این مسئلهتون هم حل شد یعنی میخواد بگه مدرسه راهنمایی به جای یکی چند تا میخوان بسازن حتی دبیرستان هم میسازن سال اتار گفت سوالامون زیاد شد خیلی ببخشید اما میخواستم بدونم قضیه قیمت توتون چطور میشه متخصص امور اقتصادی گفت الان توضیح میدم از اونجا که نظام مبادله آزاد در عمل از میان رفته امکان فراهم نیامده که نظام بازرگانی خارجی لیبرال به مرحله اجرا در بیاید و کنترل های فیزیکی صورت بگیرد این تئوری فقط با فونکسیون ها می تواند سیاست پولی و مالی مربوط به موازنه داخلی را به طور کامل شهر دهد. تجمع کالای فروش نرفته و مبایعه سوانسیون اگر کالای ذخیره هم محاسبه شود، همه چیز با آسانی قابل فهم می شود. به این ترتیب پاسخ این سوالاتان را هم به واضحترین شکل ممکن و به صورت علمی دادم. به گمانم نکته مبهمی نمانده. سال گفت فهمیدیم دستتون درد نکنه. نوری افندی چیزهایی رو که فهمیده بود به دوهاتی ها توضیح داد. یعنی میخواد بگه اون کارتون هم درست میشه. قیمت توتون رو زیاد میکنن اما قیمت سیمان و میختویله و بقیه چیزها رو پایین میارن. دکتر اقتصاد گفت سوال دیگه ای دارین؟ میخواین موضوع دیگه ای رو توضیح بدیم؟ سال حتار گفت خیلی ممنون دیگه هیچ سوالی نمونده. مهندس کشاورزی گفت این رو هم عرض بکنم چون در این مورد نپرسیدین عرض میکنم. از گزارش یکی از کنگره هایی که مؤسسه روابط بین المللی زرایی دانشگاه پرینستون تشکیل داده بود متوجه می شویم که آلترناتیوها ها باید به خوبی در نظر گرفته شود و هزینه های بر آنها هم باید به دقت محاسبه شود تا موز که دارای کاراکتر آلیمانتر است یعنی واضحتر بگویم به طور مستقیم با گذران زندگی ارتباط دارد در کشاکش ارزیابی و ارزشگذاری محصولات استراتژیک دچار نقصان نشود گمان میکنم این نکته هم به خوبی روشن شده و جای ابهامی نمانده نوری افندی رو کرد به دهاتی ها خب موضوع به این سادگیه یعنی میخواد بگه راه شوسه رو میخوان از ایسکا تا قصبه ادامه بدن خب پس این موضوع هم حل شد فهمیدین دیگه صدای کف زدن بلند شد سیاستمدارها رو روی شانه هاشان بلند کردند چون قرار بود با عجله به قصبه دیگری بروند برای ناهار نماندند سوار اتومبیل هاشان شدند اتومبیل ها در میان کف زدن اهالی و شعارهای زنده از آنجا دور شدند